سلام، علی هاشمی هستم. به قسمت دوم حل سوال‌های مجموعه بی‌نهایت خوش اومدین. خیلی امیدوارم که قسمت قبلی رو تماشا کرده باشین که با این قسمت بتونید ترکیب بی‌نهایت ایدئال رو برای شما بسازید. سوال خوشگلمون چی گفته؟ گفته آن هست فاصله بسته منهای 3 به روی n تا باز ال منهای 1 به روی 2. اون وقت شما بفرمایید که a1 اجتماعش با A2 اشتراک A3 برابر با چی میشه؟ یکی از سبکای خیلی خوشگلی که معمولا توی امتحانا براتون سوال طرح میشه و حتی توی کنکور هم یه بوای ریزی ازش دیده شده، این سبک هست که میاد از n براتون استفاده میکنه و اون وقت اینجا هم اندیس n میذاره و میگه بگوی مجموعه های مختلف چی میشه. چیکار باید کنم؟ باید تک تک عضوامو حساب کنم. اول میخوام برم سراغ A1. ببین وقتی AN بشود این فاصله و من بخوام A1 رو حساب کنم، فقط کافیه به جای N ها 1 بذارم، هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدم. خب اگه من بیام به جای N 1 بذارم میشود منهای 3 به روی 1. اینجا هم N به جای N 1 بذارم 1 منهای 1 به روی 2. دقیقا همین استاد نوشتم، میشود فاصله منهای 3 تا 3. پس این شد A1. حالا که A1 اینقدر راحت به دست بیاد، قطعا A2 و A3 هم به همین اندازه راحت خواهد بود. A2 قراره به جای n ها بیام 2 جایگزین کنم، پس میشه منهای 3 دوم بسته تا 1 دوم باز، و A3 من هم اگر به جای n ها بیام 3 جایگزین کنم میشود منهای 1 تا 1 باز، منهای 1 بسته تا 1 باز. تموم. الان تا اینجا مشکلی نیست. من A1 رو دارم، A2 رو دارم، A3 رو دارم. حالا میخوام برم سراغ قسمتی که طراح از من خواسته. A2 اشتراک A3 رو میخوام به دست بیارم توی قسمت اول. A2 و A3 رو بیام برای خودم بکشم. A2 تو چی بودی؟ از منهای 3 دوم تا 1 دوم باز. A3 هم بوده از منهای 1 بسته تا 1 باز. اگر این دوتا رو بکشم، قسمت اشتراک اینا چه خواهد بود؟ قسمت اشتراکشون میشود منهای 1 بسته، با توجه به اینکه هر دوتاشون شامل میشن، تا 1 دوم باز. چرا 1 دوم باز؟ به خاطر اینکه مجموعه A2 شامل 1 دوم نبوده، تو خالی بوده. وقتی من میتونم از بسته استفاده کنم که هر دوتاشون کراشه باشن، پس چون هر دوتاشون کراشه نبودن این میشه باز. حالا که A2 اشتراک A3 رو دارم، باید برم سراغ اون قسمتی که طراح از من خواسته. طراح گفته A2 و A3 رو بیا با A1 حساب کن. این شد منهای 1 تا 1 دوم. پس از منهای 1 شروع کنم بیام تا 1 دوم. در ضمن A1 چی بوده؟ A1 بوده از منهای 3 تا 3. پس از منهای 3 این قسمتش نیستا، اینو تو صفر در نظر بگیر. خب پس این قسمت کوچولو رو توی ذهن در نظر نگیر. حالا میخوام چیکارش کنم؟ میخوام اجتماع بگیرم بین این دوتا. از منهای 3 در حقیقت قرار شروع کنم بیام تا 1 دوم. 1 دوم من دایره تو خالی بوده، پس باید براش پرانتز بذارم، اما منهای 3 تو پر بوده، پس براش کروشه استفاده میکنم. شد فاصله منهای 3 تا 1 دوم. یه بار دیگه چیکار کردیم؟ طراح A1 A2 A3 از من رابطه میخواست. هر چی منها، اجتماع، اشتراک، هر چی که ازت خواست، اول باید بیای A1 و A2 و A3 رو بسازی. خب من این کار رو انجام دادم، A1 A2 و A3 رو ساختم. حالا که A1 و A2 و A3 رو ساختم، چجوری در ضمن ساختم؟ فقط اومدم به جای N ها عدد جایگزین کردم. وقتی میخوام A1 حساب کنم به جای N 1 میذارم، A2 به جای N 2 جایگزین میکنم. وقتی که ساختم اومدم قسمت داخل پرانتز یعنی اشتراک رو با استفاده از ترسیم حساب کردم. وقتی که تونستم اینو به دست بیارم، بعد اومدم قسمت اجتماع دوباره با ترسیم به دست آوردم. حالا که شما این مثال آموزشی رو متوجه شدی، انتظار دارم که این تست خوشگل خودت حل کنی. گفته AN هست 1 n تا 1. چی ازت میخوام؟ A2 و A3 و A4 و A5 اجتماعش منهای A2 و A3 و A4 و A5 برابر با چی میشه؟ پس یه همچین سوال خوشگلی. برای اینکه مطمئن بشی جوابتو درست حل کردی یا اشتباه حل کردی، فقط کافیه در انتهای این ویدیو جواب گزینه مد نظرتو به عنوان کامنت بذاری. من حتما به حلاتون جواب میدم. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.